یکی از تأثیرگذارترین افراد در تاریخ 55 ساله سازمان مجاهدین است. رهبر سهمگین‌ترین نبردها علیه رژیم دیکتاتوری. هدایت کننده دشوارترین پروژه ها و کمپین های سیاسی. او معتقد است هیچ ناممکنی وجود ندارد. پس میتوان و باید. فارغ التحصیل مهندسی متالورژی از دانشگاه شریف تهران است، اما با فداکاری و ایمان خود در مبارزه از فلز سخت تا اعماق قلب ده ها هزار هوادار مجاهدین پیش رفت. او سازمان مجاهدین و جنبش مقاومت را با گام‌های شگفت‌انگیزش متحول کرده است. Thank you to you, Mrs. Rajavi, for all of your leadership and everything that you have done to help inspire the world to work together, to come together with you and the Iranian resistance for freedom. I am honored to be a participant in this international summit. My observations that you have the leadership, you have the resources, you have the determination for regime change. We have a political leader in Madam Rajavi. We are extraordinarily lucky to have such a leader in waiting in Iran. Your courage, your sacrifice, the leadership here, the passion, the courage is phenomenal. رژیم ایران با تبلیغات پردامنه و هزینه‌های بی انتها کمپین گسترده‌ای از منفی‌گویی و تخریب شخصیتی را که در تاریخ معاصر ایران کم نظیر است علیه او به کار انداخت. تبلیغات رسانه‌ای، نمایشگاه‌ها، کتاب‌ها، عکس‌های جعلی، هزاران هزار صفحه اینترنتی. اما او باکش از خبث بدگویان میان انجمن‌ها نیست. اگر مقاومت برای آزادی گناه است، ما به این گناه بزرگ افتخار میکنیم. از آنها بپرسید اگر از او نمیترسید پس این همه برای چیست؟ یک زن، بله زن، همان نقطه‌ای که اندیشه عقب مانده آخوندهای حاکم آن را نادیده میگیرد، ناچیز میشمرد، او را خانه نشین و مطیع میخواهد و در این حال از آن تنفری آمیخته با وحشت دارد. آری، این کابوس آنهاست. مریم با قرار گرفتن در نقطه رهبری الهام بخش نسلی از زنان در جنبش مبارزه شده و آنها را فاتحان فردا می نامد. در شما چنان قدرتی نهفته است که زن ایرانی رو نیروی سرنگون کننده رژیم آخوندی کرد. مطمئنم که این نسل با پیشتازی اشرفی ها و شما اشرف نشان ها به نتیجه خواهد رسید و سرانجام بساط آخوندها را از ایران و منطقه جارو خواهد کرد. تحت هدایت و آموزش های او برای اولین بار در تاریخ مبارزات انقلابی در جهان زنان به صورت گسترده وارد کلیدی ترین مواضع شدند. صدها زن به عنوان فرماندهان ارشد ارتش آزادی بخش ملی ایران با موفقیتی شگفت‌انگیز آن را هدایت کردند. ارائه کننده پلتفرمی مشخص و بدون ابهام برای فردای ایران. مواد دهگانه‌ای که تصویری از ایران آزاد فرداست. هدایت کننده یک کمپین حقوقی و سیاسی دشوار و چند ساله در دادگاهی در آمریکا و مندیمس در مقابل وزارت خارجه آمریکا. نتیجه: حذف نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا که به درخواست خاتمی انجام شده بود. هدایت کننده یک کمپین حقوقی و سیاسی طاقت فرسا در دادگاه‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا. نتیجه: حذف نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان و اتحادیه اروپا. به شکست کشاندن سیاست معامله‌گری و دوستی اروپا با آخوندها از جیب مردم ایران. هزاران ملاقات سیاسی با هزاران شخصیت سیاسی در جهان. هدایت پروژه ساخت یک پایگاه جدید
برای مجاهدین در اروپا. روز از پی شب و شب از پی روز. خارج کردن تمامی بدنه سازمان مجاهدین از عراقی که زیر حاکمیت مالکی قرار داشت. او سازمان مجاهدین را از دهان اژدها بیرون کشید و حسرت نابودی آن را بر دل خامنه‌ای گذاشت. مریم رجوی برای کسب قدرت نبرد نمی‌کند که سازمانش 4 دهه پیش می‌توانست با یک بله به خمینی آن را به دست آورد. او تنها به دنبال آزادی ایران است و به خردگیران و مدعیان بی‌توجه. ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست. مریم رجوی، کسی که در تمامی تصاویر در حال پیشبرد کارزارهای سیاسی است. دقیقه ها را از دست نمی دهد. خودش می گوید مرز سرخ زمان، یعنی محقق نکردن نتیجه در زمان مقرر برایش خط قرمز است. تجربهش را به دیگران می آموزد. همیشه به دنبال خلق ایده های جدید است. او می گوید اهداف را نه با توجه به توانمان بلکه با توجه به نیاز جنبش است که باید تعیین کنیم. در کار و فعالیت بسیار می شنود، صبور است و متوقف نمی شود. حامی حرکت و پویایی مستمر است. ناشدنی ها را ممکن می سازد، اما همواره جویای کمبود هاست. معتقد است توقف ها ناشی از ضعف افراد نیستند. باید به تغییر روش ها و دیدگاه ها مبادرت کرد. مریم می گوید زنجیرهای نمی شود و نمی توان را باید از ذهن و ضمیر باز کرد تا رها شد. یارانش او را مریم رهایی می نامند، زیرا مروج فرهنگ شکستن بن‌بست‌ها و شکافتن راهبندها است. سرسخت در دشوارترین صحنه‌های نبرد، اما دلش به لطافت زیباترین نواهای موسیقی سرزمینش. با مردمش می خندد و با آنها اشک می ریزد. متواضع است و به دیگران عشق می‌ورزد. او چشم هزاران سیاستمدار را به روی مبرمترین مسئله، یعنی ضرورت آزادی ایران گشوده است. او هزاران مجاهد و هوادار مجاهدین را بی‌وقفه به کار و تلاش فرا می‌خواند. معتقد است توان انسان‌ها برای فداکاری و پرداخت بها بی‌نهایت است. معتقد است بغرنج‌ترین مشکلات با فداکاری سهل می شوند. آری، با مریم رجوی بودن یعنی حتمیت پیروزی، یعنی هیچ مانعی نمی تواند ما را از حرکت باز دارد. یعنی ایران آزاد فردا دست یافتنی است. ما می توانیم برای همیشه به زمستان دیکتاتوری پایان دهیم. یعنی می توانیم باورمندانه بگوییم ایران آزاد می شود.